به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. خیلی ممنونم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون ما رو همراهی میکنین. کشورهای منطقه و جهان یکی پس از دیگری دارن متوجه قدرت فرامنطقی ایران میشن و یه جورایی در صدد جبران اشتباهات گذشتهشون هستن. نمونهش همین برگشت سفیر امارات به ایران بعد از 7 سال. ما با اماراتی ها قطع رابطه نکردیم، اونا این کارو کردن و حالا متوجه شدن که این قطع رابطه واسه اونا سودی نداره و از منافع سیاسی و اقتصادی ارتباط با جمهوری اسلامی ایران هم محروم شدن. سیف الزعابی سفیر امارات متحده عربی در جمهوری اسلامی ایران که برای از سرگیری حضور در محل مأموریت به تهران بازگشته، سه‌شنبه 22 شهریور 1401 با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون هم دیدار کرد. سفیر امارات با ابراز خرسندی از آغاز حضور مجدد در جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های بالای اقتصادی و تجاری دو کشور را عامل مهمی واسه ارتقای مناسبات دو جانبه دونست و دیدگاه مقامات عالی امارات رو در خصوص حسن روابط فیمابین و فعال شدن کمیته‌های زیربط و تبادل هیئت‌ها میان دو کشور رو تشریح کرد. قطع رابطه امارات با ایران به دلیل همبستگی امارات با عربستان و تصمیم جمعی شورای همکاری خلیج فارس بود. الان اینکه سفیر امارات به ایران برگشته بدون اینکه سفیر عربستان به ایران برگرده نشون دهنده اینه که امارات منافع ملی خودش رو بر منافع شورای همکاری خلیج فارس ترجیح داده و بر اساس منافع خودش عمل می‌کنه. این یه تغییر خیلی خیلی مهمی هست. سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل منطقه در این رابطه میگه آنچه در ارتباط با پیام‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بازگشت بعضی از سفرهای کشورهای حوزه خلیج فارس مثل امارات و کویت میتوان گفت اینه که این بازگشت‌ها نشون دهنده مواضع منطقی است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس یه نگاه امنیت‌ساز واسه همه منطقه با اقتدار بر سر اون ایستادگی کرده. او در ادامه اضافه کرده که امارات کشوریه که به لحاظ اقتصادی قوی عمل کرده و تونسته گردشگران و سرمایه‌گذاران قابل توجهی رو به خودش جلب کنه. قطعاً موضوعاتی خارج از مسائل اقتصادی صرف وجود داره که امارات تلاش می‌کنه روابط دیپلماتیکش با ایران رو بهبود بده. بازگشت سفیر امارات این نکته رو نشون میده که قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو به خوبی پذیرفته. البته که بهبود روابط با کشورهای منطقه از لحاظ اقتصادی به نفع خود ایران هم هست، اما این نکته رو فراموش نکنیم که ایران در قطع رابطه با هیچ کشوری پیشقدم نبوده. امارات شاید کالای به خصوصی واسه صدور به ایران نداشته باشه، اما صادرات مجدد به ایران داره. یعنی چون ایران تحریم هست، خیلی از کالاها ابتدا به امارات میرن بعدش به ایران میان. این نقش واسطه کالایی رو امارات از گذشته داشته و الان هم اونو ایفا میکنه. این هم باید در نظر داشته باشیم که ایران یه قدرت بزرگ منطقه‌ایه. هیچ کی نمیتونه ایران رو نادیده بگیره و امارات بر اساس چنین تحلیلی تعاملات خودش رو با ایران گسترش داده و سفیر خودش رو به ایران برگردونده. همین ترکیه ای ها هم خیلی هاشون میدونن که نباید وارد تنش با ایران بشن و حرفای تحریک کننده بزنن. یادتونه که چند روز پیش یه موجه ترک میگفت که کریدور بین ایران و ارمنستان فقط 20 کیلومتره و اونو باید زود برگردونیم. حالا ببینیم که یه روزنامه‌نگار ترک کهنه‌کار که تجربه زیادی هم داره چطوری طرف رو سر جاش میشونه. شیمدی تلویزیونlara bakıyorum. خب شبکه‌های تلویزیونی رو تماشا می‌کنم. البته در این باره مطلب نوشتم. هر کی رو می‌بینی شده کارشناس، مارشناس، ارمنستان، حوزه قفقاز و جمهوری آذربایجان. هر کسی. بابا طرف حقوقدانه، خودش رو جای کارشناس امور خارجه گذاشته. نمیدونم طرف چیکاره است شده کارشناس مسائل قفقاز. تو عمرش یه بار به ارمنستان، آذربایجان یا شرق ترکیه پا نذاشته. اصلا ایران رو ندیده. شاید واسه قماربازی به گرجستان رفته باشه. در چنین شرایطی همچین افرادی به دنبال هدایت افکار عمومی هستند. دارم دیوونه میشم، راست شاخ در آوردم. یه چیز دیگه هم بگم، برخی ها زیر نامم مینویسن کارشناس خاورمیانه. این از همه بیشتر آزارم میدهد. کارشناس فلان. من کارشناس هیچی نیستم، من هیچ کاری نیستم، من یه روزنامه نگار کهنه کارم. 40 ساله که در کنار هم روزنامه نگاریم. اینا رو داره میگه که وارد بحث اصلی بشه و اون مجری که حتاک رو سر جاش بشونه. اما اینکه هر کسی که از خونش قهر کرده رفته کارشناس سیاسی شده رو خیلی راست میگه. جنس کارشناسای اینتر آشغال و بی بی سی و من و تو هم از همیناست. طرف کلا یه بار هم از شهرشون خارج نشده، بعد میاد در مورد مسائل منطقه‌ای و نظامی ایران اظهار نظر میکنه. حالا از بس خیلی دور نشیم، بریم ادامه ویدیو رو هم ببینیم. مسئله که ارمنستان یه مشکل 100 ساله است و خیلی زود از اون میگذرم. مسئله قره‌باغ بسیار پیچیده است.
اما ایران چند روز پیش نمیدونم در شبکه آهابر بود یا شبکه دیگری، درست یادم نمیاد، در فضای مجازی این ویدیو رو دیدم. مجری اومده بود میگفت ببینید یک گذرگاه در جنوب ارمنستان راه اندازی میکنیم و میان ایران و ارمنستان دیوار میکشیم و ایرانیان را سر جایش مینشانیم. با خودم گفتم این چی میگه؟ از چی حرف میزنه؟ تو این کشور آدمای عجیب غریبی داریم که ما رو در خطر جنگ با ایران قرار میدن. همین تازگی داداش میگه، میگویند کریدور میزنیم در مرز ایران و ارمنستان و ایرانی ها رو سر جایشان میشانیم. چه میگویند؟ از چی حرف میزنند؟ میخواهید ما رو در خطر جنگ با ایران قرار بدین؟ این نشون میده که یه عده از ترکیه ای ها هنوز عقلشون سر جاشه و میدونن که نباید با دم شیر بازی کنن و پاشون رو از گلیمشون درازتر کنن. به قول حضرت حافظ که میگه ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. هر کسی باید جایگاه خودش رو بشناسه و سعی نکنه که از صبر استراتژیک ایران سوء استفاده کنه، که اگه این صبر لبریز بشه طوفانی به پا میشه. همین الان هم یه نسیمش رو تو اوکراین داریم میبینیم دیگه. دوستان دقت کنین، دارم میگم نسیم، نه بیشتر از اون. نیویورک تایمز تو مقاله‌ای نوشته که پهپادهای ایرانی اوکراینی‌ها را به لرزه درآورده است. گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور پهپادهای ایرانی رو باید در کنار اظهار نظرهای مقامات سیاسی آمریکا بذاریم و از دلش حقیقت رو بیرون بیاریم. در طول روزهای گذشته چندین گزارش توسط رسانه‌های آمریکایی در مورد قدرت پهپادی ایران در نبرد اوکراین و اثرگذاری آن منتشر شده است. این گزارش‌ها عموماً بر پایه اعترافات صورت گرفته توسط افسران و فرماندهان میدانی ناتو بیان شده و نیازی به تایید طرف دیگر ندارد. نیویورک تایمز بعد از وال استریت جورنال در گزارش‌های روزانه خودش از نبرد میان غرب و شرق در اوکراین به سراغ عنصر تغییر دهنده موازنه در این روزهای نبرد رفته و اعتراف مهم و قابل توجهی کرده. خب تو این گزارش در حالی که بندای ابتدایش به تعریف و تمجید از پیشروی‌ها و تصرف هزاران کیلومتر مربع از مناطقی در استان خارکوف پرداخته میشه، در ادامه دلیل متوقف شدن نظامیان ناتو رو به حضور مؤثر پهپادهای روسی ربط داده. نیویورک تایمز در گزارش خودش در مورد آخرین تحولات میدان نبرد در شرق اوکراین گزارش داده، اما در حالی که حمله متقابل اوکراین وارد هفته سوم میشه و باعث تقویت روحیه و دلگرمی متحدان میشود، ارتش روسیه به طور فزاینده‌ای از یک سلاح جدید و به گفته افسران اوکراینی به طرز وحشتناکی مؤثر استفاده میکنند، پهپادهای تهاجمی ساخت ایران. روسیه و ایران هرگز انعقاد قرارداد برای پهپادهای تهاجمی شاهد 136 را تایید نکردند، اما یک مقام ارشد نظامی اوکراین گفته که بقایای این پهپادها بعد از آغاز عملیات متقابل شمال شرقی در اوایل ماه جاری در زمین کشف شد. این سلاح قدرتمند یک پهپاد کامیکازه نامیده می شود، زیرا در اثر برخورد منفجر میشه و کلاهکی به وزن 80 پوند که معادل میشه تقریبا 35 کیلو، که البته این میزان بیشتر هست و چیزی حدود 50 کیلو در نمونه های قدرتمندتر هست، حمل میکنه. ظهور آن در اوکراین بیانگر اولین حضور ثبت شده آن در خارج از آسیای غربی است. با این حال در این گزارش روزنامه آمریکایی اومده که استفاده از این پهپادا نشون میدن که چگونه با وجود انزوای گسترده روسیه و حتی خودداری رهبران چین و هند، موسکو همچنان از طرف ایران حمایت می شود. این امر همچنین لایه‌های ژئوپلیتیکی درگیری رو بیشتر می‌کنه، چرا که کشورهای بیشتری به تهیه تسلیحات کشیده میشن. سرهنگ رودیان کولاگین، فرمانده عملیات توپخانه اوکراین که در خارکوف هم مستقر هست، در مصاحبه میگه که پهپاد ایرانی در اولین استفاده خود در اوکراین یک اراده توپ آمریکایی M777 رو منفجر کرد. او گفت که در نیم دوجین حمله هویتزرها و خودروهای زرهی منهدم شد و 4 سرباز کشته و 16 نفر هم زخمی شدند. استفاده روسی از پهپادهای ایرانی پیشتر توسط وال استریت جورنال هم گزارش شده بود. ظاهرا پهپادا حتی در میان موفقیت‌های اوکراین در شمال شرق باعث شد سرهنگ کولاگین از متحدان غربی اوکراین درخواست کنه تا به سرعت دفاع یا سلاحی مشابه برای حمله به او ارائه دهند. در ادامه این گزارش هم نیویورک تایمز واسه اینکه بگه دست طرف نیروهای ناتو هم خالی نیست و آمریکا هم در این زمینه کم نذاشته، گزارش داده که هواپیماهای بدون سرنشین نقش مهمی در این درگیری داشتند. ایالات متحده پهپادهای سویچ بلید خود را به اوکراین عرضه کرده و حمله به مقر ناوگان دریای سیاه روسیه رو پهپادها انجام دادند. اوکراین همچنین هواپیماهای بدون سرنشین بیرقدار 2 ساخت ترکیه رو با موشک‌های هدایت شونده هم مستقر کرده. اما خب به نظر من مهمترین بخش از گزارش این روزنامه آمریکایی در سخنان سروان ولادیمیر دانچنکو، یکی از افسرهای توپخانه است که توی مصاحبه تلفنی در دسترس خبرنگار نیویورک تایمز قرار گرفته. او میگه شاهد 136 به قدری دقیقه که نه تنها خود هویتزر بلکه قسمت خاصی از هویتزر، مثلا بخش ذخیره مهمات در نزدیکی برجک رو مورد اصابت قرار میده.
این افسر توپخانه در ادامه هم میگه که من قبلا چنین چیزی رو ندیده بودم. تو برنامه‌های قبلی هم یه اشاره کوچیکی داشتیم به این موضوع. حالا آقای رئیسی هم قراره در عرصه سیاسی یه زلزله‌ای به پا کنه. آقای رئیسی قراره فردا تو مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خودشون رو ایراد کنن. فقط بغض سید رو ببینید وقتی تو هواپیمای عازم نیویورک میگه صدای ملت ایران خواهم بود. نظر شما مردم ایران چه انتظاری از شما دارن نسبت به حضور در فاکیه؟ بعد تو یه جایگاهی قرار گرفتم، این موقعیت هم ایجاب کنه، طبیعتاً باید صدای ملت ایران باشه. باید اون صدا رو اونچه که وظیفه مونه رو برسونیم، بگیم که این ملت یه حق خواهی، یه عدالت خواهی داشته. باید آقا بسی فکر کردی بگیم بیان شما حقا بفتن. این صدا رو باید رسون هر کس، هر توی اون نقصش و جایی هست باید این کار بکنه، وظیفهش اینه. حالا ما هم به اقتضای این موقعیتی که موقعیت مال ما نیست، من تو فرودگاه مهرآباد گفتم که خلق این قدرت رو شهید سلیمانی کرد، خلق این قدرت رو ملت کردن، حضور ملت کرده. این قدرت ملته. کسی فکر کنه قدرت مال اوست، در خطاست. یک تولید قدرتی شده. قدرت رو کی تولید کرد؟ خون و شهدا تولید کرد. قدرت رو هدایت‌های امام و رهبری ایجاد کردن. صبوریشون، صبوری مردم، صبوری مردم مثال زدنی بوده تو این 43 سال. صبوری کرد. خب حالا یک کسی به عنوان نماینده این جایگاه قدرت که خودش نیست، خودش یه طلبه است، نباید احساس کنه کسی هست، احساس کنه نمایندگی از اون قدرت تولید شده است که با توکل به خدا ایجاد شده، با حضور، با صبر. عرض کنم که سفر سالانه رئیس جمهور برای اجلاس سازمان ملل به چند دلیل سفر مهمی محسوب میشه. دلیل اول اینه که در یک بازه زمانی کم رئیسی میتونه تعداد زیادی از دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با رؤسای جمهور سایر کشورها داشته باشن. اگه به صورت عادی این اتفاق بخواد بیفته شاید به بیش از چند ماه زمان نیاز باشه. از این جهت با توجه به اینکه غالب رهبران کشورهای مختلف دنیا در اجلاس سالانه سازمان ملل حضور دارن، این فرصت وجود داره تا در یک بازه زمانی چند روزه گامای خیلی جدی در عرصه دیپلماسی برداشته بشه. این سفر خیلی ریزه‌کاری داره و به هیچ عنوان سفر راحتی نیست. به همین دلیل هم نیاز به تجربه بسیار قوی داره. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین عزیزان و سعی کنین که این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.